درود به شما براندازهای عزیز. این ویدیو رو با یه خبر خوب برای ارزشی‌ها شروع می‌کنم. جمهوری اسلامی تامینات فشرده برای انتقام‌گیری از اسرائیل رو شروع کرده. برای شروع اما یه انتقام سخت از آیسان نجات، ژیمناست و تگواندوکار ایرانی گرفته و صفحه اینستاگرامش رو بعد از انتشار یه ویدیوی دیدنی به همراه محمد امین ماریان، تگواندوکار و شیدا فهیمی قهرمان آلیش در مقابل استادیوم آزادی و برج میلاد مسدود کرده. با این حساب باید به زودی منتظر مسدود شدن صفحات اینستاگرام دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا بعد از انتشار یک کلیپ فارغ التحصیلی با چاشنی رقص و آواز و موتورسواری باشیم. مثل عبد تیران شوند بالا ترخ من بادش کنار جان البته خامنه ای یه انتقام هم از کسی گرفته که در ورزشگاه یادگار امام تبریز و در جریان بازی تراکتور و سپاهان پرچم آذربایجان رو برافراشته بود. این شخص در یه عملیات پیچیده بازداشت شد. اما سوال اینجاست که آذربایجان که کشور متخاصم نیست، مثل برزیل. الان یعنی خامنه ای تصمیم گرفته همه آبادانیایی رو که با پرچم برزیل میرن استادیوم بازداشت کنه. اصلا از این پیر خرفت متوهم بعید نیست. اما پارسا قبادی یکی از آسیب دیدگان چشمیه که شجاعانه برای آزادی ایران مبارزه کرد. پارسا امروز کاری کرده که هممون بابت حمله اسرائیل به بغل کنسولگری جمهوری اسلامی که یکی از ساچمه‌زنای خامنه ای در اعتراضات کشاورزان اصفهان در اون حمله کشته شد خوشحالتر بشیم و هم خشممون از شخص خامنه ای 100 برابر بشه. مرگ بر خامنه ای که امروز پارسا گفت از ته دلترین شعاری بود که توی عمرم دیده بودم. از همتون خواهش میکنم تا با پارسا قبادی همراهی کنیم. یعنی این رو واقعا از سر دل دارم میگم. کاش همون شبی که تیر میخوردم میمردم. واقعا جدی میگم ارزش این همه درد رو نداشت. بعد از 8 بار عمل جراحی رو این عمل رو انجام دادم و این یکی بیهوشی نبود، بیهسی بود و نیم ساعت زیر تیغ جراحی بیهسی کامل نبود، یعنی نیمه بیهسی بود و اینقدر درد وحشتناک بود نیم ساعت فقط زجه زدم. واقعا دارم جدی میگم، کاش همون شبی که تیر خوردم میمردم ولی این همه درد میکشیدم. تازه به جز این 2 تا دیگه عمل مونده که حالا اگه تخلیه بشه یا نشه لعنت به این زندگی. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی. خامنه ای برای رسیدن به اسرائیل داره کم کم شدت تمریناتشو بالا میبره و این بار از یه زوج معلم ایرانی به این صورت انتقام گرفت. شاید براتون جالب باشه که بگم بعد از اخراج ما قضیه هنوز تموم نشد و ما الان با یه خسارت 600 میلیونی یعنی نفری 300 میلیون مواجه هستیم که باید سریعاً به دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش پرداخت کنیم و توی این روزهایی که حقوقی دریافت نمی‌کنیم و نزدیک عروسیمون هم هست خب شرایط خیلی سختی رو می‌سازیم. و جالبه توی این 2 سالی که ما کار کردیم هیچ موقع اینقدر درآمد نداشتیم و حتی اگه 6 سال دیگه هم کار کنیم باز همین درآمد رو نداریم. خواستم تشکر کنم که توی این سن ما رو با این مشکلات روبرو کردیم، چون بعد از گذشتن از این شرایط ما قطعاً آدم‌های قوی‌تری می‌شیم.
البته ناگفته نمونه، ارتش به راحتی انتقام کتلت‌های سپاه رو از اسرائیل گرفته ولی صداشو در نیاورده. اینکه در خفا از اسرائیلی‌ها انتقام گرفته باشی ولی حتی صداشو در نیاورده باشی هم یه دل دریایی میخواد. یه دل دریایی که به جز مزدوران خامنه‌ای هیچ کس دیگه ای این دلو نداره. فرمانده نیروی دریایی ارتش فاش کرد که با موفقیت تونسته سر فرمانده اسرائیلی داد بزنه و بهش گفته شات آب. بعدش گفته که دو سه تا فوش مادرم بهش داده که الان من سانسورش میکنم. به قول خودش یه جوری بهش گفته شاداب که خودش از خودش ترسیده. حتی با اصرار مجری لحظه این انتقامگیری رو شبیه سازی هم کرده. ما از کانال سوئز عبور میکردیم، وارد مدیترانه میخواستیم بشیم. کی امیر؟ سال 90. یک ایسکای ما رو صدا میزد، خودش هم معرفی نمیکرد. ما گفتیم ما جوابشو بدیم نیکشیم، خودتو معرفی کن. خودش معرفی کرد، اسم منحوس رو آورد و خب من امریکایی هم. نه صهیونیستی بود، اسرائیلی بود. بله، پایگاه در واقع ایستگاه رادار اونها بود که البته اون میدونست، اون میدید پرچم اونم خیلی با اقتدار میدید. من هم میدونستم اون کیه، از نوع لهجه صحبتش نه امریکایی بود نه انگلیسی بود، مشخص بود در عرب بود که مثلا بگیم مصری ها هستن. خدمت شما عرض کنم که خودش معرفی کرد و گفتش که حالا من منحوس هستم. گفتم بیبار ما نه روی نقشه نه پشت نقشه همچین جایی رو نمیشناسیم، نمیدونیم برام. من به شما پاسخ نمیدم، اطلاعاتی نمیدم. قطع کرد. این هی شروع کرد دوباره صدا زدن. هی صدا میزد دیگه، ما رو به اسم صدا میزد، به اسم ایرانیان نیوال وارشیپ صدا میزد. دیگه من حقیقتا کلافه شدم این گوشی رو برداشتم خیلی محکم، دیدم که شات اپ. حالا البته ادامه ای هم داشت، اینجا معذورم نمیتونم بگم، اختیار دارید منو ببخشید عزیز. طوری من این شات اپ رو به اون گفتم، من خودم هم ترسیدم از خودم. گفتم بابا چجوری یه دفعه ما عصبانی شدیم. ما میشه الان ببینیم عصبانیتتون رو مثلا همین شات اپ رو به اون بگین چجوری گفتین؟ آخه اصلا باورم نمیشه اینقدر خوشخنده عزیزین. نداریم به اون رژیم منحوس میگین. من گوشی رو گرفتم، من این ور بودم دیگه، پشت دستگاه چیز بود. خود بچه هم تعجب کردن که من یه دفعه اینجوری مثلا پشت رادیو اینقدر بد صحبت کردم. گوشی رو که گرفتم دیدم شات اپ. حالا بقیش ببخشید دیگه باید ساسون کنم بوق به قول شما صدا و سیما. چیکار کرد اون آدم؟ ما در طول 8 روزی که توی مدیترانه در نوردی داشتیم ناوگروه، هیچگاه ما دیگه این صدای منحوس رو نشنیدیم.